خداوند میفرماید که روزی که من میپسندم این است: زنجیرهای ستم کاری و یوغهای بی‌عدالتی را بگسلید و بگذارید ستم دیدگان آزاد شوند، گرسنگان را در خوراک خود سهیم کنید و در خانه های خود را به روی فقیران و بی خانمانان باز کنید، به کسانی که چیزی برای پوشیدن ندارند لباس بدهید و از کمک کردن به اقوام خود دریغ نکنید. در آن صورت رحمت من مثل خورشید صبحگاهی بر تو خواهد درخشید و زخمهای تو زود شفا خواهد یافت. من همیشه با تو خواهم بود و تو را نجات خواهم داد و حضور من تو را از هر جهت حمایت خواهد کرد. با درود خدمت هموطنان عزیزمون در سراسر جهان، آنچه را که خوندم قسمتی از آیات از کتاب اشعیای نبی باب 58 بود که تمرکز تمام آنانی که اعلام میکنن خدا رو دوست دارن، به طور خاص اعلام میکنن خدا رو میشناسند و دوست دارن، و باز ویژه برای آنانی که به مسیح ایمان آوردن و اعلام میکنن با ایمانمون به عیسی مسیح که بهر گناهان بشریت روی صلیب رفت و مرد و قیام کرد و نیز روح خودش روح القدس رو به ما داد تا به قوت روح القدس ما نگرشی الهی داشته باشیم، تفکری الهی داشته باشیم و سخنان و اعمالی الهی که از ذات خدا میاد، که ذات خدا ذاتیست آزاد، دور از هر آنچه که بخواد باعث غم و افسردگی و نگرانی و ترس بشه. ذات خدا عدالت هستش، یک رابطه صمیمی عاشقانه است. ذات خدا محبت هستش که تمام اهداف و انگیزه ها رو در مسیر عشق قرار میده و با عشق شروع میکنه و با عشق ادامه میده، هیچ موقع هم تموم نمیشه این عشق. ذات خدا درش فیض و رحمت هست، ذات خدا درش بخشش همیشگی هست، ذات خدا درش حکمت و خرد هست، که از آنجایی که همه ما میدونیم اکثر شعرهای ما چه در گذشته و چه در این عصر تمام جملات تمام قافیه ها رو در مسیر حکمت و خرد نیز میبینیم، خواننده رو و آنانی که به تعقیب این شعرها هستن نیز تشویق میکنه. امروز نیز ما از کلام خداوند آنچرا که به خاطرش آفریده شدیم رو از برای شما عزیزان میگیم تا تشویق بشیم، تا مبادا نگاه ما فقط و فقط به زندگی خودمون باشه. حتما قسمتی از نگاه ما میباید متعلق به شرایط و موقعیت خودم باشه، خانوادم باشه، اما اینو بدانیم همان گونه که نگاه ما سهمی داره برای اینکه به خدا بنگره تا به شباهت او عمل کنه، سهمی هم داره که به مردم دردمند در اطرافمون نگاه کنه، حالا جزء هر قوم و هر ملیتی که باشند، باید مانند خدا بنگریم. از این رو هستش که با هدایت خداوند سالها هستش این خدمتی که خدا من داده، چه در ایران و چه در آمریکا،
در کنار عزیزانی که منو تحمل کردن به عنوان خادمین کنار من ایستادن، ما از آزادی ایران نیز دریغ نکردیم و نگفتیم به ما مربوط نمیشه، الان به ما مارک سیاسی میزنن، بلکه ایستادیم باز مطابق همین کلام خدا ایستادیم و از ایران سخن گفتیم و بازم سخن خواهیم گفت، نه به عنوان اینکه ما اهداف سیاسی رو داریم دنبال میکنیم، هرگز، بلکه ما در مسیر دردها و رنجهای مردممون کنار اونها ایستادیم تا بتونیم با دعا، تا بتونیم با هدایتهایی که از خداوند میگیریم آن موجی که درست هست رو برقرار کنیم و تا به امروز هم پیروز بودیم. هرچند سختی ها هست، هرچند حملات هست، هرچند مشکلات هست، و خوشحال هستیم که میبینیم که ایمانداران مسیح نیز جدیدن در این قلمرو قدمهای بزرگ و خوبی رو برمیدارن. تشویقتون میکنم باز نیز در دعا باشید برای آزادی ایران، در دعا باشیم که خداوند مطابق فیضش کشور عزیز ما را از دست ستمگران اسلامی رهایی بده. من آخوندی نمیگم، آخوند ثمره اسلامه عزیزان. آخوند را اپوزیسیون معمولا به خاطر اینکه بتونه یک مصلحتی رو ایجاد بکنه برای اینکه مردم ایران به نوعی این باور رو دارن، ولی من فکر میکنم میباید رک با مردم صحبت کنیم، شفاف با مردم صحبت کنیم. علت آخوند اسلامه و اسلام از طرف خدا نیست، چون کلام خداوند هم میگه در نامه یعقوب 3:17 میگه آنچه که از طرف خدا میاد باعث آرامشه، باعث صلحه، باعث سلامتیه. ولی خب شما ببینید در طول 1400 سال اسلام هر کجا که قدم گذاشت، مانند حزب کمونیست هر کجا قدم گذاشت، غیر از فتنه، غیر از درد و رنج نبوده. و جالبه که اسلام و کمونیست هم با هم خیلی رفیقن، چون ایدئولوژیشون یکی هستش، هرچند در انتها باورشون یکی نیست، اما در این ایدئولوژی یک قدم برمی‌دارن و باعث آزار و درد مردم خواهند شدش. می‌خوایم با آقای منصور انسانلو باشیم، فعال مدنی، فعال سیاسی، که ایشون سالها هستش که برای از کارگرانی که توی ایران تحت ظلم و ستم بودن دفاع کرده، چه در ایران که بوده و چه خارج از ایران. حتی برادرشون رو در این مسیر متاسفانه از دست دادن، که ایمان داریم در حضور خداوند هست که کمال خوشی ها هستش. اما هموطن عزیزم، تشویقت میکنم در این وقت که با ما هستی روی فیسبوک، لطف کن همین الان ما رو شیر کنید با دیگر دوستان خودتون، تا بتونیم از آگاهیشون و همچنین در تو مسائل روز این آگاهی رو به دست بیاریم. کلیسای پرستگان مسیح هم برای این سه عزیزی که دولت نظام اسلامی اعلام کرده در دعا هست، اما اینو بدونیم این نیز یک فریب نظام اسلامیه. چرا که دولت نظام اسلامی به پنهان در طول 41 سال اعدام ها کرده و در یک روز فقط اینا 5-6 هزار نفر رو اعدام کردن. چرا اونو اعلام نکردن؟ الان اعلام کردن به خاطر اینکه اینم یک فریبکاریه. 1400 سال نظام های اسلامی با فریبکاری متاسفانه اینها پایدار شدن. امروز هم این فریبکاری هست. این هوشیاری رو داشته باشید، حتما اعتراض کنیم و این یگانگی رو داشته باشیم. و بسیار عالی است که توانستیم ایرانی ها با هم متحد بشن، از هر فرقه در هر شرایطی بیستیم. اما غافل از این نشیم که این هوشیاری باید داشته باشیم که مبادا جمهوری اسلامی بیاد از این موقعیت استفاده کنه. حتما شنیدید نوه خمینی هم اعلام کرده که اینها رو اعدام نکنید، و دارن شروع میکنن تو بعضی از آخوندام پچ پچ هست، و امکان داره اینا بخوان قدرت رو در نظام اسلامی یه قسمت جا به جا کنن به این بهانه. این هوشیاری و ملت ما باید داشته باشن، نه تنها نظام اسلامی، بلکه خود اسلام باید از ایران شسته بشه و پاک شه و بره تا کشور عزیز ما نیز بتونه در جایگاه اصلی خودش قرار بگیره. چون نظام اسلامی ریشش اسلامه، اسلام ریشش قرآنه، و تمام آنچه که اینا انجام دادن قسمتی از قرآنه، هنوز کامل نتونستن پوست مردم رو بکنن. به همین آگاهی رو بدیم که اسلام رو باید کنار بذاریم با فیض خدا تا ایرانی آزاد نیز داشته باشیم. متاسفانه یه خبر بدی هم که شنیدم، امیدوارم شایعه باشه، این هست که شنیدیم پیروز 38 نفر جوان رو اعدام کرد جمهوری اسلامی، و این 38 نفر دقیقا افرادی بودن که در آبان ماه
اعتراض کرده بودند، اما به بهانه اینکه اینا کرونا داشتن مردن اون رو اعلام کردن و چنین چیزی غیر ممکن هستش. این هم یک دروغ و یک فریب هستش. بیاییم با همدیگه لحظه دعا کنیم و بعد میریم تا با آقای منصور انصاری عزیز نیز باشیم. پدر آسمانی، خدای قدوس، تو رو شکر میکنم برای محبت عظیمت، تو رو شکر میکنم ای خداوندا که تو قادر هستی ظالمین رو نیز ای خداوندا دور کنی از سرزمین ما ایران. اینک از تو میخوام در نام عیسی مسیح با فیضت این نظام اسلامی رو تو سرنگون کنی و مانع هر اعدامی بشی در ایران ای خدا، مانع هر شکنجه، مانع هر نوع زندانی بشی و تو باشی که این ملت دردمند رو حمایت کنی و تو جلال یابی. عزیزانی که ای خداوند در این برنامه به مصلحت‌های دلشون در حضور تو آمدن، تو با فیضت اجابت کننده باش و تو جلال یاب و همه اینها را در نام مسیح می‌طلبیم. آمین. آمین که با ایمان دریافت کنید برای هموطنانمون که الان در بهمان، در شیراز و در خیلی از شهرهای ایران شروع کردن دارن اعتراض میکنن، اعتصاب میکنن، تظاهرات میکنن. لطفاً در دعا باشید، با ما باشید. برمیگردیم در خدمتتون هستیم. غزه نه لبنان جانم فدای ایران شعار دیگری است که در این تصاویر شنیده می شود. ویدیوها و گزارش های نیز از شلیک گاز اشکاور در بهبهان منتشر شده است. بیست طرف ها. خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی از حضور سنگین ماموران امنیتی در تهران و شهرهای دیگر کشور گزارش داده است. هنوز روشن نیست که این تظاهرات دقیقاً در اعتراض به چیست. گزارش های هنوز غیر قابل تاییدی از تظاهرات در شیراز نیز منتشر شده است. گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران جاوید رحمان و چند گزارشگر دیگر ملل متحد روز پنجشنبه خواستار لغو حکم اعدام 3 تن از تظاهرکنندگان اعتراضات سراسری آبان ماه ایران شدند. این کارشناسان ملل متحد ضمن محکوم کردن احکام اعدام این 3 جوان از جمهوری اسلامی خواستند که احکام اعدام علیه شرکت کنندگان در اعتراضات آبان ماه را لغو کند. در بیانیه‌ای که از سوی این کارشناسان منتشر شده آمده است که این 3 نفر امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی برای اخذ اعتراف شکنجه شدند و این اعترافات علیه آنان و در دادرسی های غیر منصفانه استفاده شده است. این کارشناسان گفتند امروز به 100,000 ایرانی در شبکه‌های اجتماعی که این احکام را محکوم کردند می پیوندند و از رئیس قوه قضاییه می خواهند که فوراً این تصمیم را لغو کند و بررسی قضایی مستقل و فوری را آغاز کند. آنها همچنین خواهان تحقیقات مستقل، بی‌طرفانه برای بررسی پرونده اتهامات و مسئله شکنجه آنها شدند. هر 3 تن اتهامات خود را رد کردند. کانون نویسندگان ایران پنجشنبه از بازداشت میلاد جنت، شاعر و مترجم، در روز 24 تیر در مورد اینکه چه نفته و گفته است تا نیمی از ارزش خود را از دست داده است. پور، همطور که در خبرها اشاره شد، تصاویری از تجمع اعتراضی در بهبهان منتشر شده، گزارشی درباره جو امنیتی در شهرهای دیگر ایران هم منتشر شده. محدودیت‌هایی که قرار از روز شنبه برقرار بشه در تهران چه مواردی رو در بر می‌گیره و چه تفاوتی داره با اون چیزی که تا الان اعلام شده؟ برابر اعلام محسن فرهادی، معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، و بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا، محدودیت‌ها به صورت منطقه‌ای این بار خواهد بود و مثل روزهای ابتدای شیوع کرونا فراگیر نخواهد بود. برگزاری مراسم و همایش‌ها مطابق این دستور ممنوع خواهد شد و حضور
بنده یکی از هزاران پرسنل عضو جنبش نیروی انتظامی بر علیه نظام استبداد آخوندی هستم. همکارانی که تاکنون به این جنبش نپیوسته‌اند این را به یاد آورند که ما حافظان جان و مال و ناموس ایران و ایرانی هستیم و برای عزت و سربلندی مردم و کشورمان لباس رزم بر تن کرده ایم. وقت آن رسیده این بار در کنار مردم بر علیه رژیم دیکتاتور بایستیم و رسالت خود را به سرانجام برسانیم. اکنون هزاران افسر و درجه‌دار عضو جنبش نیروی انتظامی شده اند و از مردم دعوت به اسم اسلام و قرآن و پیغمبر و خدا هر بلایی سرشون میخوان بیارن در انجام. یکن اعلام میکنم که من به عنوان یک مأمور نیروی انتظامی از شما حمایت میکنم و خیلی دوست دارم که این وسط ظلم آقای سیدعلی خامنه‌ای زودتر برچیده بشه. این دیکتاتور بزرگ انشالله که به سزای عملش بر... کنید برای حمایت از معترضان آبان 98 حالا مردم شهر بهبهان دوباره به کف خیابان‌ها آمده و علیه حکومت جمهوری اسلامی شعار سر می‌دهند. بله، شاهد بر این هستیم که ایران هنوز بعضی از شهرها مشغول اون تجمع هستن نسبت به اعتراضاتشون به نظام اسلامی که خب در طول 41 سال ما شاهد بر این هستیم، اما هر بار تو یک موقعیت دیگه هموطنان عزیز ما قرار گرفتن و داره میرسه به جایی که ایمان داریم این انقلاب به کمال میرسه و با فیض خدا شاهد هرچه سریعتر سرنگونی نظام اسلامی خواهیم بود. با آقای منصور انصاری عزیز هستیم، سپاسگزار هستم که لطف کردن یک بار دیگه دعوت ما رو پذیرفتن. درود میپسم خدمت شما. درود بر شما کشیشتول گرامی و همرزمان هماندیشان خداپرستان واقعی که به صلح و محبت و عشق و علاقه و زیبایی‌های زندگی فکر می‌کنید. عزیز. و از اینکه من رو اینجا پذیرفتید من خوشحال هستم کنار شما هستم. خواهش می‌کنم. نظر لطف شماست. می‌دونم که به هر حال در طول سال‌ها فعالیت شما و همچنین خانواده شما که برای حمایت از صنف کارگران به طور خاص بوده و امروز ما میبینیم که این خدمت شما گسترده تر شده و نگاهتون به تمام جامعه ایران هستش، پیروزی ها با خودش داشته، چرا که میدونید فراخوان هایی که برای اعتصابات بوده توانسته مردم رو در مسیر یک شرایط درست و هدف درستی قرار بده که به فیض خداوند در آینده نزدیک شاهد بر این باشیم
کشوری آزاد خواهیم داشت. اما قبل از اون که بخوام از شما سوال کنم در رابطه با اعتصابات اخیر و اهدافی که در اصل حمایت میکنی اعتصابات رو، نیز اگر مایل باشید بیشتر میخوام در این روزهایی که شاهد بر این هستیم مردم ما در ایران، حالا در شهرهای مختلف، امروز بیشتر شیراز و بهبهان دربارش صحبت شده که تظاهرات بوده، از شما بشنم. سپاسگزار میشم. بله، ببینید، رژیم هر بار که آمده و سعی کرده با کشتار و سرکوب مردم رو از میدان دادخواهی و دادگری خارج بکنه، به دلیل اینکه فاسد هست و دروغگو هست و کردار و رفتار این رژیم با گفتارش نمیخونه و در پندار هم که از اول باطل بوده، از سیستم اسلامی از روز اول باطل بود، اگر که به مبنای زندگی خود اون محمد ما نگاه بکنیم که در تاریخ‌های زیادی الان اومده و یک نمونه فقط ما اشاره کنیم به کتاب 200 سال سکوت دکتر عبدالحسین زرین‌کوب، میبینیم که اینها فقط با جنایت، تجاوز، آدم کشی، کنیز کردن زنان و دختران، نیاکان ما، یعنی مادرها، مادر بزرگها، مادر مادرها بزرگهای ما، این به اصطلاح جنایت رو درست کردن و این ایران رو در چنگ خودشون تونستن بگیرن. توسط خائنینی هم که بوده، مثل همین الان کسانی که از سال 57 خیانت کردن و این رژیم اسلامی رو روی کار آوردن با همکاری گوادالوپیستا. ولی میبینید عیناً از همون روز اول بین مردم ایران و رژیم اسلامی درگیری بوده تا همین الان. شما هم اشاره کردید، گفتید در این 40 سال دائما این درگیری ها بوده و هر بار میبینیم دامنه درگیری ها بلندتر شده و بزرگتر شده و رژیم هر بار نیروی بیشتری خواسته بیاره ولی نتونسته. چرا؟ چون ریزش درون حکومت هم بیشتر شده. درست. وقتی حکومت اومده در مثلا اولین بار که خیلی وسیع شد، به جز دهه 60 که دائما با گروه ها درگیر بودن، قتل عام های وحشتناک کردن، بعد خمینی جنگ خودش درست کرد که به بهانه جنگ گروه های سیاسی، گروه های مذهبی، گروه های اندیشه دیگر اندیشان رو خفه بکنن. بله. به جز دهه 60، در دهه 70 شما میبینید در شهرستان های مثل اسلام شهر، مثل عراق، قزوین، مشهد، مردم درگیری سنگین با حکومت داشتن که همین تیمسار نقدی که الان همه کاره و مشاور خامنه ای هست. بله. به عنوان فرماندار سپاه با هلیکوپتر در اسلام شهر مردم رو به رگبار گلوله بست، که اینو ما نمیگیم، سعید حجاریان که خودش پایه‌گذار وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هست اینها رو گفته. بله. و پس از اون ما میبینیم که به کجا رسید که مجبور شدن سال 76 عقب نشینی سنگین بکنن، بگن اوکی ما همه مسائل حقوق بشری رو میخوام رعایت بکنیم، بیاین به این خاتمی رای بدید. این خاتمی دیگه اصل جنس حقوق بشری و یعنی دروغ و فریب جدید. داره. مردم ماده بودن 20 میلیون اومدن به این رای دادن، ولی بعد دو سه سال دیدن نه بابا، همین خاتمیه با دانشجوها یخه به یخه شد. دانشجوها درباره آزادی و آزادی بیان باشه بحث کردن در همین دانشکده فنی، آمفی‌تئاتر دانشکده فنی دانشگاه تهران سال 1378. بله. خیلی راحت خاتمی گفت من خط قرمزم جمهوری اسلامیه، آزادی نیست. یعنی اونجا نشون داد که برای حفظ جمهوری اسلامی، یعنی همون چیزی خمینی گفت، اوجب الواجبات، حتی امام زمان رو میتونید بکشید، نماز رو میتونید تعطیل کنید، خدا رو میتونید تعطیل کنید، چون قدرت تو دستتون افتاده، قدرت رو نگه دارید. این قدرت هم پشت سرش چی داشت؟ ثروت. پشت سر ثروت چی داشت؟ فساد. پشت سر فساد سکس. پشت سر سکس قاچاق. پشت سر قاچاق مواد مخدر. پشت سرش این کثافتی که در 41 سال این اسلام در ایران درست کرده. قیامت دامنه دارتر شد، رسید به 18 تیر که تازه ازش گذشتیم دیگه، الان تیر ما این سالگردش هم خیلی از جوان ها گرفتن، از اون بچه هایی که کشته شدن. بله. در تیر 1378 ما 6 کشته داشتیم، از جمله اون دختر نازنین خانم ترانه موسوی. بعد اونجا میبینیم که تعداد زیادی از حکومت ریزش کرد، کسی مثل حشمت طبرزدی که تا قبل از اون به خود خامنه ای امام گفته بود سال 73، در سال 74 گفت آقا من پس میگیرم، من غلط کردم، این امام هیچی نیست، این یزید هم بدتره، شمر هم بدتره. و از همون موقعش مطلب از این بودن زندان. بله. که خودش خانواده شهید 15 تا اینو شهید دادن، دو تا داداش های خودش آبادان کشته شدن اول جنگ. بله. سه تا خانوماش که فکر کنم
بچه های دایش هم، یعنی با همسرشون فامیل هم دایی و دختر دایشون ازدواج کرد، چون زندان با هم بودیم، این جزئیات رو من میدونم. و مثل خبر زدی هزاران نفر از این سپاهی های سطح بالا الان دوتا داداشوش حتی تو فرماندهی سپاه، سپاه نمیتونه اونا رو بیرون کنه، مخالف مخالف هم هستن همه جا، هم از حشمت خبر زدی دفاع میکنن، زندان هم میمادن ملاقاتش با ما، هم تازه رفاقت میکردن، از ما قدردانی میکردن که جلوی رژیم وایسادیم با لباس تیمسار سپاهی خیلی ها، و مثل اینا هزاران الان هست. بله، یعنی بله. یه چیزی که مثلا شاهزاده میگه یا یه آدم سیاسی دیگه میگه که آقا بسیاری از این رژیمی ها به مردم پیوستن و میپیوندن، چون این نمونهاشو ما داریم، به چشم خودمون دیدیم. درست. ما میبینیم بعد از 78، در 88 ده سال نشد دیگه 3 میلیون نفر خیابون ها رو فتح کردن و شعار تبدیل شد به مرگ بر خامنه ای، مرگ بر رژیم، و اینکه اول گفتن رأیمون رو پس بده، رژیمی ها ریختن کتک زدن مردم رو لتو پار کردن، مردم هم رفتن پله آخر، گفتن جمهوری اسلامی نمیخوایم، نمیخوایم. بله. مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای. بله. اومدیم رسیدیم به چی؟ به سال 96، یعنی کمتر از 8 سال به جای 10 سال، قیام دیماه خونین، 134 شهر قیام کردن بر علیه رژیم. بله. از تهران شما بگیر تا شهرستان‌های کوچیک مثل کازرون شدن همشون مرکز انقلاب، و رژیم جامون، و رژیم وقتی جامون 3 شعار خود کارگرا، کشاورزا، زحمتکشا آوردن بالا. 1، گفتن جمهوری اسلامی نمیخوایم، نمیخوایم. 2، اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا. یعنی دیگه گول افرادی مثل خاتمی ها و آجزاده ها و حجاریان ها و گنجی و پنجی و نمیدونم، تو آمریکا هم زیادن اینا، سروش و نمیدونم خانم حقیقت جو و این یکی اسمش چیه، سروش دباغ، این یکی هم که آخوند بوده حالا امامش گذاشته کنار. بله. تو دانشگاه 1 میلیون دلار پول میگیرن، 1 قرون به ما نمیدن که این همه جنگیدیم و زندان و بدبختیم. بله. اینا سالی 1 میلیون دلار پول بهشون میدن، پروژه بهشون میدن. این پول آمریکایی‌ها نمیدن، این پول از ایران میاد در حقیقت. بله. اینجا از استاد دانشگاه آمریکایی هم اینا لنسه میکنن با خودشون، براشون مثلا یه جور خونهای ویلای میلای در اسپانیا، در آمریکای جنوبی اونجا میگیرن واسه دوران بازنشستگیشون به نام یه نفر دیگه‌ای که خود اونا اوکی میکنن. خب یارو میبینه اینجا میکشه خودشو، در سال 400 هزار دلار مثلا دیگه درجه یکی، که درجه رئیس جمهور آقای ترامپ. بله. که به کل هم نقش به خیریه نمیگیرش نمیاد، یه دفعه اینا براش یه خونه 1 میلیون 2 میلیون دلاری میخرن، کجا اسپانیا، کجا پرتغال، کجا آمریکای جنوبی. خب اینا میشن پوشش نفوذ جمهوری اسلامی توی آمریکا، که با نایاک و تیریتا پارسی و احمدی آدمکش و همدست اینا میشن. ولی قیام های داخل ایران همه اینا رو شکست داد. وقتی مردم شعارا رو دادن، یعنی شناختن که دیگه اصلاح طلبی و اصولگرای داخل نظام اسلامی بی‌معنیه و کلش باید بره کنار. و همین دلیل یه شعار دادن، گفتن دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست. براو. و این اینقدر دامنه دار شد که رفت تو دهاتای ورزنه، کشاورزا که پایه حکومت بودن خودشون شدن ضد حکومت، با بلنگو اومدن این شعار تو خیابون و کوچه های ورزنه اصفهان و بوشهر. و الان هم که جدیدن هفته پیش دیدی که قیام کشاورزان امیدیه و حمیدیه اهواز چه برپا کرد وسط خیابون، کشاورزا اومدن خوابیدن جلوی بولدیزرهای حکومت رو گرفتن، که اون بولدیزرها میخواستن برن مزاره که اینا درست کردن مزاره شخ بزنن و ببرن. ببرن این حکومت فاشیسم هیتلری هم این کار نکرده. اینا میگن فلسطین و اسرائیل، اسرائیل هیچ وقت این کار رو با مردم فلسطین نکرده. فلسطینی هنو تو مجلس اسرائیل هم. این قیام به دیماه که رسید تبدیل شد به مرگ بر دیکتاتور از روز اول، و براندازی و درگیری و جنگ و آتش زدن و کشتن. ولی رژیم 300-400 رو کشته داد تو آبان ماه، ولی به زبون نیاوردن ترسش. و بعدم که کرونا رو آورد، بعدم با موشک هواپیمای مسافربری رو زد، دوباره تظاهرات شد بر علیه دولت و حکومت که چرا مردم تو آسمون کشتی، که این ملا کرونا رو اینا با کمک چین هم تو دنیا که الان آقای ترامپ شکایت کرده پول به بهداشت جهانی نمیدن. بله. ژاپن شکایت کرده، انگلستان شکایت کرده، ولی قیام مردم بعد از 3 ماه 4 ماه شروع شد. چاوی هم ماه پیش، 1 ماه الان کارگرای نیشکر هفت تپه در اعتصابن. بله، در جریان اونای شوش
هر روز تظاهرات مردم شهر و با کارگرها همراه شدن. درسته. اما یه آقای منصور اونسانو ببخشید من کم صحبتتون رو قطع میکنم، میخوام به سوالات دیگه هم برسم برای جواب. یه اینکه میفرمایید، اما توی پرانتز فرمایشات شما میخوام ببینم در طول 41 سال به طور خاص شما به عنوان یک مبارز فعال، چون بعضی موقع ما مبارزیم فقط مبارز پشت تلویزیون هستیم و گفتاریم، شما جز مبارزینی هست که توی ایران مبارزه کردی و به شما خواستن که آسیب بزنن، آسیب جانی بزنن، برادرتون در این مسیر فدای کشور عزیزمون شد، جانش میدونیم که رفت اما روحش در حضور خدا هستش. اما میخوام ببینم در بین همه این مبارزات آیا غیر از این که واکنش نظام اسلامی همیشه فریبکاری بوده، همیشه ترفندی بوده که بتونه اپوزیسیون رو فریب بده، مردم مخالف رو فریب بده، الان در طول این چند هفته که سخن از این سه جوان عزیز که دولت نظام اسلامی اعلام کرده به عنوان معترضین، حالا بهشون جاسوس اسرائیل، من اینا چند سالشونه که جاسوس اسلامی از اسرائیل هستم، جاسوسای اسرائیل معمولا باید بغل خود خامنه ای باشن، ولی این سه تا جوان تو خیابون چجوری جاسوس اسرائیل بودن. اما چه دلیلی داره وقتی که خود من شاهد بر این هستم که 70% دوستان من بدون اینکه بگن اعدام میشه اعدام شدن، یعنی من میرفتم با خانواده های دوستانمون برای آزادی جوانانی که مخالف نظام اسلامی بودن زندان اوین، وقتی ما رسیدیم زندان اوین به ما گفتن جنازش فلانجاست، اصلا ما موندیم گفتیم این قرار بوده آزاد بشه، گفتن نه اعدام شده، پول گلش هم باید برید بپردازید. و ما با این موقعیت زمانی که جز مبارزات ما بود در دوران جوانیمون روبرو شدیم و چقدر اینا ما رو فریب دادن. حالا من باورم هرگز نخواهد شد، به نظر من این سه نفری که اعلام کردن این نیز فریبکاریه، هرچند کار ما درسته که باید اعتراض کنیم، این امضاهایی که دادیم درست هست که بیش از 7 میلیون معترض بودن، همه اینا رو تایید میکنم، این یکدلی رو واقعا دوست دارم، اما فکر میکنم ما داریم دوباره توی دام دیگه ای میفتیم. نظر شما رو میخواستم که آیا احتمال این هستش که نظام اسلامی داره اپوزیسیون رو بازی میده و از اون طرف داره به دنبال این هست یه قدرتی رو تو نظام اسلامی فقط عوض کنه؟ لذا امیدوارم این شایعه باشه، من قبل از که شما هم تشریف بیارید اعلام کردم که من شنیدم 38 جوان رو گفتن در زندان‌های ایران به دلیل کرونا فوت کردن، اینا دقیقا همون 37 نفری هستن که در آبان ماه بودن و احتمال اینو میده اپوزیسیون و خود من که اینها رو اعدام کردن و اعلام هم نکردن. چرا باید این 3 نفر رو اعلام کنن طوری که ما میشنویم نوه خمینی هم اعتراض کرده؟ آیا میتواند این یک سیاست باشه؟ فقط چند دقیقه اگر لطف کنید در این رابطه صحبت بکنیم که این هوشیاری رو عزیزان ما داشته باشن که در کنار اعتراض به هر اعدامی، به هر اعدامی، چون من خودم در حدود 11 سال پیش همین UCLA سخنرانی داشتم بر علیه اعدام، پس با اعدام مخالف هستم، اما میخوایم ببینیم آیا میباید باز دوباره ما نسبت به نظام اسلامی ساده دلی کنیم برای مبارزه یا نه. سپاسگزارم. من از هوشیاری شما بسیار خوشحال و خرسندم. خواهش. چرا که اصلا ما نمیگیم که این یک کلک باشه، ولی ببینید همین که سطح یک مبارزه براندازانه که رژیم چینج هست، تغییر این حکومت از سال 96 دیگه توسط مردم در 134 شهر فریاد زده شده. بله. بر کناری و مرگ بر خامنه ای و مرگ بر جمهوری اسلامی و مرگ بر دیکتاتور و جمهوری اسلامی نمیخوایم، دوباره در همین آبان خونین 98 در 150 شهر فریاد زده شده. درست. یعنی سطح مبارزه ما الان رسیده به جایی که رژیم جمهوری اسلامی باید بره کنار. بله. شوخی نداریم و مطمئنیم اگر همینجور ادامه بدیم و با هوشیاری که شما سوال کردید، خواهش. بین 3 تا 6 ماه دیگه این حکومت میره کنار بی تردید، چون این به اصطلاح تحریم ها کمرش رو شکسته، رقابت های درونی که با هم دارن باعث میشه هی دست همدیگر رو رو بکنن،
فسادها میاد بالا و همشون هم تو این فسادها نقش داشتن. و از اون مهمتر رژیم با کشتار و اعدام و اینجور اخباری که تو جامعه پخش میکنه دو تا هدف رو دنبال میکنه. یکی این که بترسونه یا آقا به ما اعدام میکنیم، چه اون 38 نفر رو مثلا بدونه که اعلام بکنیم اعدام میکنیم. بس. چه میایم اعلام کنیم مثلا این سه تا جوون اعدام میکنیم که دو تا کرد و تو همین 3-4 روز پیش زیر سال همین سر و صدای چین و این سه تا جوون، دو تا جوون کرد ما که اونا کمتر از این سه تا دلاور نبودن، دقیقاً ایدانی بودن، جنگیدن و نیروهای حکومتی در آبان خونی کشتن. آمین. و هیچ کسی یادی از اون دو تا دلاور الان نمیکنه، یعنی خبرها انقدر این موج میاد میپوشونه. برابو برابو. اگر ما سطح مبارزه رو از همین سطحی که داخلش قرار گرفتیم پایین تر یا بالاتر نبریم، عملا رژیم برنده میشه. ولی ما هم که باید تعیین بکنیم که رژیم چین و برکناری رژیم جمهوری اسلامی اصلی ترین هدف همه مبارزات داخل ایران و خارج ایران الان هست. دقیقاً. ما از همه اعدامی ها باید دفاع کنیم، پتیشن پر کنیم، عکسشون رو پخش کنیم. بله. که هیچ جوونی حتی به جرم مواد مخدر یا از اعدام باید در ایران ملغا بشه. بله. شکنجه. بله. ملغا بشه. فقط اینها نیست، اما موضوع اصلی اینه ما سطح مبارزه ما امون رژیم چنجه. یعنی در تمام بیانیه ها در ما همین الان بعد از مصاحبه با شما من دارم میرم جلوی سازمان ملل. بله. بیانیه هم داریم میدانی، ما هر هفته در میدانیم، هفته بعد از دو سه روز من میرم جلوی سازمان ملل. بله. با عکس زندانی های سیاسی که همینجا پشت سر من میبینید. بله. و با پاکستان شیر و خورشید ایران و با فریاده که باید این رژیم عوض شه که اون ساختمون نعره ما رو میشنوند. میان میبینم از کشورهای مختلف مردم اینجا، یکی از مراکز توریستی جلوی سازمان ملل. بله. هر کی که میاد دوست داره اینجا رو ببینه، یعنی صدها نفر اینجا میان ما رو میبینن، با ما دیالوگ میکنن. ما الان یه ویدیو داریم از همینجا منتشرم شده جلوی سازمان ملل، براتون میفرستم، شاید انقدر قشنگ باشه. خواهش می‌کنم. زبان انگلیسی هم هست، تو برنامه استفاده بکنید. حتما. حرف شما درسته، ما به هیچ وجه نبایستی تقلیل بدیم سطح مبارزه رو، پایین نباید بیاریم. ضمن دفاع از حقوق اون سه زندان یا ده زندان یا 6000 کشته شده آبان خونین، 7000 دستگیر شده آبان، 13000 زخمی های آبان، ما نه اینا رو باید دنبالش باشیم چه شدن. براب. و تا رژیم جمهوری اسلامی باشه هم اعدام میکنه، هم دروغ میگه، هم با چین قرارداد میبنده، هم با روسیه قرارداد میبنده، هم ایران رو میفروشه، زن و دخترها رو فاحشه میکنه، پای عراقی مراقی رو وا میکنه که بیان ببخشید ترتیب زن و بچه ایرانی رو بدن. این طرف دخترها رو از 20 سال میشه که من تو سر افسری فریاد زدم ما نمیخوایم که زنهای ما دخترهای ما رو بفرستین به کراچی و اسلام آباد و دبی و نم فلانجا برای فاحشه گری بیناموسا. اینها سطح مبارزه رو اگر بتونن بیارن به اینکه آقا اعدام نکنید برنده شدن، چون سطح مبارزه رژیم چنجه، نه به جمهوری اسلامیه. الان تو تمام شهرها که همین 3-4 روز درگیری شده، ببینید شریف آباد، شیراز، خود شیراز، بهبهان، اصفهان، مشهد، اینا همه تضاد اطراف تهران دوباره. بله. دیگه از من خدمتتون، حتی کانون نویسندگان ایران که داخل ایران هستن با شجاعت نامه نوشتن و این حرفی که من میزنم رو زدن. درست. اینها همشون در یک نقطن که آقا جان الان درگیری در بین مردم و رژیم است برای برکناری رژیم. الان خواهر فرزانه انصاری فر رو که اومده مصاحبه کرده، خواهر فرزاد انصاری فر که در اعتراضات بهبهان همین دیشب دستگیرش کردن. بر. میگه اصلا خواهر من مهم نیست یا برادر من، ایران باید آزاد بشود. اگه قرار تمام زندانی آزاد شد، خواهر و برادر ما آزاد شد، ایران باید آزاد شد. یعنی رژیم اسلامی که اشغالگره 1441 سال اشغالگره، این رو باید بپسیم کنار. اگه این نباشد دیگه ما زندانی سیاسی هم نداریم، دیگه فروختن ایران به چین هم نداریم، خلیج فارس هم نداریم، روسیه هم نداریم، کاسپیه هم که بفروشن نداریم. بله. به همین الان ما میبینیم حتی مثلا خانواده مسیح علی نژاد که برادرش الان 8 سال زندان دادن، خب یه خانواده بودن اینا مال دهاتای بابل و اصلا اهل سیاست نبودن. درست. مذهبی و دهاتی ها خب بیشه مذهبی هم. ولی الان تبدیل شدن به یه خانواده مبارز، از داخل ایران پیغام میده آقا من تو زندانم مهم نیست، ایران رو آزاد کنید. بله بله. دقیقا میتونیم به این نتیجه برسیم که خود این نظام اسلامی نه تنها
هنرمندان ما رو، متاسفانه سینمای ایران رو، ورزش ایران رو، آموزش پرورش، سیاسی کرد، مردم عام هم در مسیر سیاست برد. اما ما 15 دقیقه بیشتر وقت نداریم، سپاسگزار میشم. میخوام دو تا سوال دارم. یک، تو این 15 دقیقه اگر براتون مقدور باشه، یک سوال این که برنامه شما برای اعتصابات در ایران چیست الان؟ چرا که میدونم که در این مسیر شما بسیار فعال هستید نسبت به کارگرانی که در ایران تحت فشار هستن. و بعد از این میخواستم ببینم نهایتا مسیر رسیدن به آزادی رو نسبت به عملکرد مردممون در این نهضت چگونه میدونید؟ خیلی ها هستن میگن فقط فعالیت های مدنی باشه، تو خیابون را بریم، یه شعاری بدیم. خب این در گذشته یه معنایی داشت، اما حالا چگونه میتونه باشه؟ این دوتا سوال رو هر گونه که خودتون صلاح می توی این 15 دقیقه جوابگو باشید سپاسگزار میشم. سوالای شما بسیار حرفه‌ای و بسیار درستن و من خوشحالم و خردمندیم شما کشش رسول عزیز. ببینید، اعتصابات که همین الان که 31 روزه که کارگران نیشکر هفت تپه در اعتصابن، خب الان سندیکای شرکت واحد، کارگران هپکو، آذراب نم عراق، بخش از کانون صنفی معلمان، فرهنگیان و بازنشستگانی که همین دو روز پیش در شهر ایران اونها هم اعتراض کردن و جلوی دفاتر سازمان تأمین اجتماعی رفتن همگی و بی ترس، یعنی مامورا آمده بودن اینا رو برونن، اینا بودن ما اصلا چیزی برای دست دادن نداریم، ما نوه‌هامون رو تو خونه هامون نمیتونیم یه تیکه نون جلوی نوه‌مون بذاریم، ما بمیریم بهتر از اینه. ویدیوهاش هست، ویدیوهاش توی تلگرام هست، امیدوارم که یاسر گرامی پیدا کنن نشون بدن تو برنامه وقتی همه مردم میبینن. که ببینید بعد کار به جای رسیده، قهرمانان تیم ملی مثل افشین پیروانی که یکی از کاپیتانای تیم ملی ایرانه، پیام دادی مستقیم به خود خامنه ای و از همه فوتبالیست ها و پیشکسوت ها و جوان ها، گفت ما بدون مردم معنی نمیدیم، اصلا فوتبال یا هنر یا خبرنگاری یا تلویزیون یا فیلم یا سینما اصلا بی‌معنیه. یه مشال احمق یا آدم ببخشید فاحشه فکری مثل اون بهنوش بختیاری و امثال اون که دفاع میکنن از اعدام کردن جوان های مملکت بماند، اونا به زودی حساب پس بایدن در دادگاه مردمی محاکمه میشن. همین اعتصابات الان داره کمر رژیم رو خورد میکنه، یعنی نیشکر هفت تپه پیش قراول، پشت سرش الان در 6 تا شهر و شهرداری ها اعتصاب هستن، بخشی از اتوبوس رانی ها در اعتصابن، کامیوندارا در اعتصابن، واسه اینکه چرخ بشون این لاستیک نداره که ماشینشون را بره، اصلا اعتصاب هم نکنن خود به خود کامیون و تریلی الان مونده، اتوبوس های مسافرتی خارج از شهری عملا درآمد ندارن با این کرونا، خیلی خوب سفر جایی نمیرن، زندگی همه داره متلاشی میشه، همه اینا به یه نوعی دارن میپیوندن به این اعتصاب. اما یه مرکزیت ما داریم که سندیکای کارگران شرکت واحدی که خود من بنیانگذاری کردم و سخنم الان از طریق برنامه شما با دوستان خودم هست، بخشی از یاران سندیکای ما که خب شناخته شدن و اینا رو رژیم برد زندان، مثل خود من رضا شعبی 6 سال زندان بود، آقای مددی نزدیک 4 سال زندان بود، بقیه هم 2 ماه چند ماه، 8 نفرم بیکارن مثل خود جمله خود من که از سال 78 دیگه حقوق ندادن و اخراج کردن، هیچی اونا هم الان داره همینجور با کمک مالی و حق عضویت سندیکایی اون 7-8 نفر داخل ایران ادامه میدن به مبارزشون، چون درآمد ندارن، یا با ماشین برن مسافر کشی اونم کار سندیکایی هم کنن، با راننده هم بیان تو خط صحبت بکنن که آگاهی اینا رو ببرن بالا. ولی موضوعه یه پروژه ما الان داریم، هر اتوبوس یه چهارراه، یعنی هر کدوم از اتوبوس های شرکت واحد، خارج شهری، در شهری، مینی بوس ها، اگر از زندگیشون راضی نیستن چه بخش خصوصی چه بخش عمومی که بخش به تو زیر از شهرداری هست، در همه شهرستان ها ما داریم، سازمان های اتوبوس رانی همینطوری هست. الان اگه صدا بره بشنه و همه یاد بگیرن که باید اتوبوس هاشون رو بیارن سر چهارراه، قفل کنن، سیم برق و فیوز و میوز هم بکنن که نتونه رژیم رو جا به جا کنه. این اتوبوس ها سر چهارراه که بمونن خود به خود ماشین ها میان پشت اتوبوس ها گیر میکنن. دقیقا. چندین هزار ماشین در این اعتصاب گیر میکنه. وقتی ماشین ها تو خیابون ها گیر کرد عملا شهر بسته میشه. شهر که بسته شد دیگه عوامل حکومت نه با ماشین نه موتور برای سرکوبی مردم نمیتونن بیان. درست. از این طرف جوانایی که داریم که دارن میکنن ولی کمه، باید زیاد شه، چراغای راهنمایی رانندگی باید همه رو از کار بندازن.
تمام دوربینای کنترلی حکومت، چشمای حکومت رو باید کور بکنید. هر جای دوربین از سر چهارراه‌ها، رو چراغ‌های راهنمایی، جلوی بانک‌ها، جلوی طلافروشی‌ها، بعضی مغازه‌ها، به جای اینکه دوربین تو مغازه‌شون باشه، همه نیروی امنیتی هست. دوربیناشون تو پیاده روهایه که مردم رو تو پیاده رو خیابون فیلم بگیرن، مثل آبان 98. بعد مامورای حکومت می اومدن از روی دوربینای مغازه بچهای فعال رو پیدا میکردن. به همین دلیل همه دوربینا باید نابود بشه. حالا با تفنگ ساچوئی میزنن، قلاب میزنن، میکنن، رنگ بشکی میپاشن رو شیشه‌هاشون که دیگه دید نداشته باشن. چراغای راهنمایی هم همینطور. وقتی این دو قسمت هم کار بیفتد، رژیم دیگه نمیتونه ببینه، نمیتونه کنترل کنه، خیابونا هم که بسته. پس نیروی سرکوبگرش هم نمیتونه بیاد. پروژه آماده است. مردم ناراضی که 95% در دوم اسفند همین 98 چند ماه پیش رأی ندادن به این حکومت. و اینو جهان میتونه. مؤسسه سنجیکت همینو گفت. خود رژیم برای اولین بار مجبور شد بگه فقط 42% رأی داده. همیشه بالای 60-70% ولی اینقدر بی‌آبرویی شد دیگه نتونستن از 42% بیشترش کنن. یعنی باختن اینا کاملا بازی و الان دست ما صحنه. ما این کلا مدیریت کنیم عین یه شطرنج باز. نیروهامون رو خوب چینیم قبل از اینکه تو خیابون بریم مثل آبان با گوله بزنن تو قلبمون، با گوله بزنن تو سرمون، بکشنمون. رژیم رو ما باید مزمحل بکنیم. یعنی دوربینا از کار بیفته، چراغای راهنمایی از کار بیفته، اعتصابات دامنه دارتر بشه، معلم هایی که تو مدرسه الان نیستن خودشون تلفنی تماس بزنن بگیرن دانش آموزاشون رو خبر کنن بگه بیاین، اصلا زنگ بزنن. از همون طریق انجمن اولیا و مربیانی که توی مدارس هست با والدین صحبت، چون والدین هم الان همه فقیر و محروم شدن. دقیقاً 150,000 نفر از مردم ایران مردن، رژیم آمار نمیده بیشرف. روز 200-300 نفر داره از کرونا میمیره. خب اینا اگر از جنگ و مبارزه و انقلاب هم نمیرن، با همین کرونا و گشنگی و تصادف و حادثه ضمن کار میمیرن. متاسف. پس این قسمت دومی سوال شما، تو شکر اون اعتصاب اومد بیرون. یعنی ما باید هماهنگی از کار انداختن سیستم های کنترلی، امنیتی، ترافیک حکومت رو دست خودمون بگیریم. بچه‌ای که هکر بلدن بتونن برن سیستم ها اینا رو هک کنن، تمام چراغای راهنمایی به هم بریزن، خاموش و روشنیشو بریزن، هم ترافیک بشه. اصل خیابونا باید بسته شه. وقتی خیابونا بسته شد، ماها از طریق تلویزیون ها که وقتی ببینن حرفای ما داره جلو میره، برنامه‌های زنده مستقیم افرادی مثل من باید داشته باشیم که بتونیم از همینجا فرماندهی بکنیم. چون ما فرماندهی میدانی کردیم، سندیکا شکل داد، ما در زمانی تونستیم بازگشایی بکنیم. 8000 کارگر اومدن که هیچ خبری تو ایران نبود. سال 1384 13 خرداد 84 هم 88 هم نشده بود. درست. و ما پیروز شدیم، تونستیم مجموعه بزنیم فقط با ترس از اتوبوس. یعنی رژیم ترسید اگه نذاره ما مجموعه عمومی رو برگزار کنیم، راننده با اتوبوساشون میدون حسن آباد و توپخونه و راه آهن و خیابون پهلوی و حافظ رو ببندن، شهر بسته میشه. وقتی شهر بسته شد دیگه اختیار همه چی از دست رژیم رفته بیرون. و الان پروژه ما باید همین باشه. هر اتوبوس یه چهارراه، هر کامیون یه بار خاک، بار آجر بیارن بریزن تو خیابونا. مثل تو آبان داشت میشد این کارا، تو شیراز 2-3 جا من دیدم کمپرسی ها خاک و آجر و سنگ خالی کرده بودن، راه ها رو بسته بودن. همه راه ها باید بسته بشه. دقیقاً. رژیم این راهشو جابجا بکنه. بعد ما تصمیم میگیریم. اول باید به مخابرات ها رو بگیریم. وقتی مخابرات رو گرفتیم، با مامورای مال اینترنت رو بشناسیم، گوششون رو بتونیم بذاریم پشت سرشون، یاد بگیرن جوونا که این اینترنت رو اینا چجوری کم و زیاد بکنن. همین 2-3 روز پیش که این اعتراض ها شروع شده، اینا سرعت اینترنت رو حدود 15% کم کردن. بله، پایین. بله، بله. ما باید این نیروها رو شناسایی کنیم، اول مخابرات ها رو بگیریم که حتی نقل و انتقال نیروی حکومتی رو ما شنود کنیم، کجا نیرو میفرستن، از کجا نیرو میارن. بعدم اینترنت رو نذاریم دیگه بیاد پایین، از طریق اون ماموراش یاد بگیریم سرعت اینترنت رو بالا نگردیم. بعدم ببینیم مهمترین جا از تو محله ها شروع میشه، برن مساجد، بسیج، دفترهای بسیج، اینو همه رو بگیرن، مسلح بشیم. وقتی ما مسلح باشیم دیگه نیروی حکومتی جرئت نمیکنه با گوله بیاد 6000 جوون رو بکشه، چون میدونه اگه بزنه این دفعه میخوره. مسلم. این دفعه پیش نیست دست خالی باشن. جوون ما کوکتل مولوتوف تو کوله پشت هاشون باید داشته باشن، انواع اقسام تیرکمونه که از راه دور بتونن مثل فلسطینی‌ها بزنن این نیروهای حکومتی رو. اونا اصله دارن با تیرکمون، با فلاخن. بله. فلاخن قدیم که گنجش کن کلاغارتو مزرعه می‌زدن. سنگ انداز.
اینا ابزار ما هن الان، ابزارهای خوب، و رژیم ما تو شکست الان بدیم، چون در تحریم کامله، پول دستش نرسیده، ریزش نیرو داره و دیگه نمیتونه مثل سال نمیدونم دو سال پیش یه سال پیش روزی 200,000 تومان بده که برن جوان ها رو بکشن به بسیجی ها. 200,000 تومان امروز رژیم به اندازه 20,000 تومان 5 سال پیش نمیارزه دیگه، با این گرونی که دلار شده 24,000 تومان 23,000 تومان، بی ارزش شده پول، گرونی داره همه رو دیوانه میکنه. فقط مردم باید این مسیرها رو تشخیص بدن. این تلویزیون ها به ماهایی که پروژه اجرایی داریم برنامه بدن، ما روزانه اینا رو به مردم آموزش بدیم. آمین. با فیض خدا یه جا آموزش ببینن حرکت میکنن. با فیض خدا. با سپاس فراوان و منصور انصاری عزیزم، ما به انتهای وقت تقریبا داریم میرسیم، چون بعد از اینم ما در استدیو داریم یه موقعیت فنیمون رو تنظیم میکنیم، به خاطر همین بیشتر از این نمیتونیم بریم، یعنی دوست داشتیم بیشتر در خدمت شما باشیم. اما توجه هموطنان عزیز رو به فرمایشات آقای منصور انصاری لطفا توجه کنید و تمرکز داشته باشید و این اطلاعات رو به همدیگه بدید، چرا که درست ما یه شبکه هستیم، این شبکه ما امروز شاید عده‌ای از هموطنانمون دارن روی حالا فیسبوک میبینن، دارن روی شبکه امید جاودان میبینن، ولی شما وقتی میشنوید این رو به هموطن ایرانی خودت گزارش بده، تا با این اطلاعات ما بتونیم دست به دست هم داده و ثمره بده. اینکه یک برنامه گذاری مانند من که خب من کشیش هستم، از کلام خدا میگم، از عشق و محبت دوست دارم میگم، خبر خوش نجات رو میخوام بدم که مردم از ناامیدی ها، از مسیر هلاکت رهایی پیدا کنن، اما اینکه دل من هستش شخصی با عشق و محبت مانند آقای منصور انصاری رو خواهش میکنم با توجه به تمام مشغولیت هاش فضایی رو به ما بدن و لطف کنن با ما باشم، این هست که این اطلاع رسونی فراتر از هشتگ بره جلو. هشتگ عزیزان در اصل یک تصویره، مبارزه اصلی نیست. مبارزه اصلی همونی هستش که آقای منصور انصاری گفت، توی کف خیابونا هست و باید این امید رو به هموطنان بدیم لطفا، و آنچه را که آقای منصور انصاری اعلام کرد لطفا این رو گزارش بدیم که چگونه میتوان این نظام اسلامی رو سرنگون کنیم. فراموش نکنیم نظام اسلامی سابقه 41 ساله نداره، نظام اسلامی سابقه 1400 سال داره. اینها از پیغمبر و امام و بعد حکومت‌های اسلامی عثمانی یاد گرفتن، برای همینه که 41 سال موندن، در غیر این صورت اینا سرنگون می‌شدن. اما از اونجایی که ایدئولوژی 1400 ساله هست، اینها توانستن با اون ترفندها تا امروز بمونن، به امید روزی که تمام اپوزیسیون مانند آقای منصور انصاری واقعا همه یک دل باشیم، اول بگیم این ایدئولوژی اسلامی بره، اون زمان شما میبینید به راحتی نظام اسلامی سرنگون خواهد شد. سپاسگزار هستم از محبت شما آقای منصور انصاری عزیزم. اگر تو یکی دو دقیقه مطلبی هست خوشحال میشیم از شما بشنویم. لطف میکنید این فرصت رو باز به من میدید کشیش رسول گرامی من عزیز. یکی از راههایی که شما فرمودید بگیم، همین کسایی که میتونن چه تو بخشای فنی تلویزیون ها، چه توی شبکه ها و کانال های رسانه ای دیگه مثل تلگرام و اینستاگرام و اینها، بله، این صحبت ها رو که اجرایی هست، راهکار داره نشون میده، مو به مو ما داریم میگیم چه کارا میشه بکنی، کار انجام بشه تمام شه، بله، اینها رو بکنن فایل صوتی. براب. اونایی که بعدن وقتی اینو بتونن دوستان شما تو تلویزیون یا توی شبکه امید جاویدان یا دوستان دیگه که این صدای منو میشنون اینا رو فایل صوتی بکنیم، 1000 برابر کار ما جلو میره، چون فایل صوتی سبکتره، درست، به راحتی از تلگرام و اینستاگرام و همه جا رد میشه میره داخل، و چون سبکه همه میتونن، داره رانندگی میکنه بیاد اینو اینا میتونه بزنه گوش کنه قشنگ، نمیخواد ببینه تصادف کنه، بله. مثل رادیو دیگه، رادیو همین مثل شما که الان مثلا میشه اینو روی یه دونه برنامه، یه الان هم هستش که مثلا بهش میگن برنامه چیه که رادیویی میشه، بله. الان از یادم رفت یه، بله. لحظه ساوند کلود، بله. همه میشه رو ساوند کلود بریزن این آب خوردن، یعنی 2 دقیقه وقت نمیگیره تبدیلش اگه ساوند کلود رو 1 دقیقه بذاری، درست، بعد این صوتی میشه، صوتی ها رو بفرستن همینجور به داخل ایران
و این صوت رژیم رو شکست بده. خمینی فلان فلان شدن با نوار، با کاست نوار، با صوتی مردم کاست رو میذاشتن رانندگی هم میکردن. بله یادمه. اینا رو ما استفاده کنیم از تجربه اتفاق افتاده. حالا اونا پشتیبانی جیمی کارتر رو داشتن، 600 میلیون دلار پول بهشون دادن، گوادالوپیستا باهاشون بودن، انگلیس، آلمان، فرانسه، ژیسکادسیان، کالاهان، اشمید، کارتر، اینا همه هم دست خمینی بودن که این گوادالوپیستا کسیافت داشت رو ما که جزه گوادالوپ که نظام شاهنشاهی ببرن، این نظام اسلامی رو بیارن ایران رو نابود کنن، چون از ایران میترسن همیشه. متاسف. چون ایران فرهنگ چند هزار ساله داره، ایران یه سرزمینی هر چقدر خواستن نابودش کنن تنها امپراتوری تاریخ مونده. آمین که بازم خواهد بود با فیض خداوند و ایمان داریم مبارزه رو ادامه دیم. آمین. اسلامی و دین اسلام از ایران بریزیم بیرون دوتاش در نام عیسی مسیح. پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیکمون به همه مسائل دنیا میتونیم جواب بدیم. آمین. نه به اسلام نیاز داریم، نه به شیعه دست و نیش کدوم. آمین. بودم پیامی که من بدم از فنی بکنی ساوند کلود صوتی، حرفا مگه حساب گوش کنی ناحساب برا. سپاسگزار هستم. ممنون. آمین. ممنون. سپاسگزارم آقای منصور انصاری عزیزم. با عرض پوزش از شما، چون ما بعد دو دقیقه دیگه مشغول یه موقعیت دیگه بشیم از نظر فنی در استودیو، از این رو تشکر میکنم آقای منصور انصاری عزیزم که با ما بودید. شما رو به دستان پرفیض خدا میسپاریم تا یک برنامه دیگه. منم خوشحال بودم با شما هستم، همیشه آرامش میگیرم. شما عزیز. هم مسلکاتون و یاسر گرامی عزیز زحمت میکشه، قدردانی میکنم. تا برنامه دیگر بدرود. بدرود. فیض خدا با شما. با تشکر از همه عزیزان ما که تا به این وقت با ما بودید، خواهش کنم هرچند در انتهای وقت هستیم، لطف کنید روی فیسبوک ما رو شیر کنید با دیگر عزیزان تا بتونن تکرار این برنامه رو ببینن، مسلماً مفید خواهد بود. و همچنین خواهشمند هستم عزیزانی که بیننده برنامه های امید جاودان هستید، دست یاری بدید. بارها عرض کردیم ما وابسته به هیچ سازمان و هیچ فرقه‌ای نیستیم، در از حمایت اعضای کلیسا هست از این شبکه و همچنین اعضای شبکه امید جاودان در طول این سالها. پس خواهش کنم اگر مشروط به اینکه مایل هستید مبلغی رو کمک کنید به عنوان هدایا، به عنوان ده یک. عزیزان می توانید به سایت ما برید pwoc.church و در قسمت دونیشن و هدایا کلیک کنید و از کارت بانکیتون استفاده کنید و اگر مایل هستید چکی رو بدید، بازم اون چک رو به نام PWOC می توانید به آدرس کلیسا ارسال بفرمایید. آدرس کلیسا هست 7475 فالبروک اونیو وست هیلز، زیپ کدش هم 91307 هستش. اگر به راه‌های دیگه‌ای دوست دارید کمک کنید و اگر پیشنهادی دارید، می توانید با شماره تلفن‌هایی که پایین صفحه مشاهده می‌فرمایید با ما در تماس باشید. 818 716 4 تا 0 و یا 818 699 1615. دست یاریتون با ما باشه، دعاهاتون با ما باشه، بتونیم در این خداوند هر چه زودتر شاهد آزادی سرزمینمون ایران باشیم. با سپاس از آقای یاسر عزیزم، شما عزیزان را به دستان پرفیض مسیح می‌سپارم. فقط عشق میتونه نجاتم بده، اونم عشقی که از تو تو قلبمه، دارم عاشقونه صدات میزنم، نجاتم بده از تو اینم همه. دعا میکنم با دو دست حقیر، دلم لک زده واسه آغوش تو، چه بارون تندی تو چشم منه، چه احساس خوبی دارم پیش تو، چه احساس خوبی دارم پیش تو. دلم دست به دعاته، چشم همش براته، خدا به